تاریخ سفر اشرف غنی به ایران به دلیل فاجعه پنجشیر. در این زمان حساس من میخواهم در پهلوی مردم خود باشم. به همین منظور تصمیم گرفتم تا سفرم به جمهوری اسلامی ایران را به تعویق بیندازم. اعدام رئیس خدایداد به جرم آدم ربایی و قتل. خوب شد که اعدام شد. امسال از روز هر قدر لگام باشه اعدام شد به جزای خود برسه که ملت ما آرام شد. و کشته شدن 15 تن در انفجار بم در عراق. سلام و شبتان بخیر. امروز شنبه 9 اوت سال 393 خورشیدی است که برابر می شود با 28 فوریه سال 2015 میلادی. به این مجموعه خبری با من پریسا ابراهیمی تا نیم ساعت دیگر از آریانا نیوز و آریانا خوش آمدید. رئیس جمهور غنی خواهان کمک جامعه جهانی با ولایت‌های آسیب دیده کشور شد. آقای غنی میگوید که وقوع حوادث مشابه در ولایت کشور قابل پیش بینی است. آقای غنی به همین منظور سفرش به ایران را به تعویق انداخت. محمد اشرف غنی همچنان صندوق امداد را برای کمک به آسیب دیدگان ایجاد کرد. همکارم نورلا شایان جزئیات بیشتر را ارائه می‌کند. ریاست جمهوری افغانستان در حال ارزیابی خسارات وارد شده در ولایت کشور است تا اقدامات فوری را روی دست گیرد. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری کشور میگوید که خطرات طبیعی هنوز هم محسوس است. آقای غنی به خاطر ثبات نسبی و انکشاف دوباره ولایت های آسیب دیده خواستار کمک های جهانی شد. خسارات دومره زیادی چه جبرانی به تیر بیاد انکشاف برخه که یوازی دی حکومت دی واس خبر نده. موږ د ارزیابي په حال کې یو چې د خساراتو وسعت په دقیق ډول بین المللي ټولنې ته وړاندې کړو. خو بیا هم غواړم تاکید وکړم چې له بین المللي مرستو پرته د تاواني شویو سیمو دوباره توسعه به ګرانه وي. محمد اشرف غنی میگوید که در کنار ملت است و از همین رو سفرش به ایران را به تعویق انداخت. در این زمان حساس من میخواهم در پهلوی مردم خود باشم. به همین منظور تصمیم گرفتم تا سفرم به جمهوری اسلامی ایران را به تعویق بیندازم. آقای غنی می افزاید که سالنگ‌ها در خطر است و برای رفع آن توجه عمیق صورت گیرد. وی گفت خسارات سنگین به ولایت پنجشیر وارد شده است و ضرورت آن می رود که مردم و تجار کمک مالی نمایند. خسارات وارد از این حوادث ابعاد وسیع دارد و ضرورت به کمک‌های وسیع و همه جانبه دیده می شود. به همین منظور به ادارات مربوطه هدایت دادم تا یک صندوق امداد ایجاد شود و به این وسیله مردم و تجار ملی بتوانند کمکایشان را به مردم آسیب دیده برسانند. 19 ولایت کشور به اثر بارندگی های اخیر آسیب دیدند. پنجشیر در صدر آسیب دیده هاست. در این ولایت نزدیک به 286 تن کشته شده، 143 تن زخم برداشته و 1248 خانه تخریب شده است. رئیس اجرایی میگوید که 11000 خانواده در برف کوچهای اخیر پنجشیر متضرر شدند و نیاز به کمک های زود هنگام دارند. آقای عبدالله می افزاید که ارتباطات با باشندگان بسیاری از بخش های پنجشیر قطع گردیده و حکومت در نظر دارد تا به مشکلات این ولایت رسیدگی کند. در همین حال شورای مردمی کوهدامن، کاپیسا و پروان یک کاروان کمک های اولیه را به آسیب دیدگان ولایت پنجشیر رسانیدند. شماری از اعضای شورای ولایتی خواهان افزایش کمک ها به آسیب دیدگان برف کوچ ها در پنجشیر هستند. رفیع صدیقی با شرح بیشترین خبر. شندگان ولایت پنجشیر هنوز هم در اندوه نزدیکانشان که در برف کوچ های اخیر در این ولایت جانهایشان را از دست دادند نشستند و شماری از نهادهای کمک کننده و حکومت تلاش دارند تا به مشکلات آسیب دیدگان این ولایت رسیدگی کنند. رئیس اجرایی میگوید که ارتباطات با بسیاری از باشندگان بخش های گوناگون پنجشیر قطع گردیده و تلاش ها برای پاکسازی راه های این ولسوالی ها ادامه دارند. و می افزاید که 11000 خانواده متضرر شدند و نیاز به کمک های اولیه دارند. 11000 خانواده است که مستقیما
متضرر شده. به حساب مهمترین مسئله مسئله است که در قدم اول کمک های عاجل برشان برسه که اونا بتانن شرایط سخت بگذرانن پشتر، در قدم دوم رسیدگی صورت بگیره تا باعث کوچ مردم از اون مناطق نشه. در همین حال شورای مردمی کهدامن، کاپیسا و پروان یک کاروان مواد اولیه را برای غمشریکی به آسیب دیدگان ولایت پنجشیر رسانیدند. بنابر احساس و همدردی که داشتن نسبت به هموطنهای ما در سطح افغانستان، خاصتا هموطنهای پنجشیر ما که زیادترین صدمات دیدن و خسارات متوجهشان شد، یک مقدار مواد غذایی، مواد سوخت و کمپل با غرض کمک به آسیب دیده ها. انشاءالله کمک های بعدی هم جریان داره، ان قریب همه چیز برشان میرسه و خواهش و توقع ما همی است از جامعه جهانی، از جامعه بین المللی که هر چیز زودتر یک توجه صورت بگیره و از این مردم کمک کنه. این نخستین بار است که ولایت پنجشیر گواه برفکوچ های عظیم بوده و نزدیک به 200 تن قربانی داده است. هرچند کمک های برای آسیب دیدگان برفکوچ ها در این ولایت رسیدند، اما باشندگان این ولایت این کمک ها را بسنده نمی دانند و خواهان افزایش این کمک ها هستند، زیرا گفته می شود که هنوز هم بیش از 100 هزار تن در محاصره برف قرار دارند. محمد رفیع صدیقی، آریانا نیوز، ولایت پنجشیر. همزمان با این شورای وزیران در نشست فوق‌العاده با رهبری رئیس جمهور غنی، 3 روز ماتم ملی را به خاطر فاجعه برفکوج در ولایت پنجشیر اعلام کرده است. بر بنیاد این تصمیم از امروز برای 3 روز در کشور عزای عمومی است. در خبرنامه‌ای که کاخ ریاست جمهوری به نشر رسانده آمده است که در جریان این 3 روز پرچم افغانستان در سراسر کشور، سفارتخانه‌ها و نمایندگی‌های افغانستان در خارج از کشور نیمه برافراشته خواهد شد. سید الله مشهور بر رئیس خدای داد که محکوم به چند مورد قتل و آدم ربایی بود، امروز در زندان پلاچرخی اعدام شد. برخی از منابع موثق با تایید این رویداد میگن رئیس خدای داد به اساس قوانین افغانستان در حضور هیئت با صلاحیت قضایی اعدام شده است. رئیس خدای داد دست کم 4 ماه پیش از سوی ریاست امنیت ملی بازداشت شد. اداره عمومی امنیت ملی افغانستان آن زمان اعلام کرد که فردی را بازداشت کردند که چندین شبکه بزرگ آدم ربایی و دزدی های مسلحانه را رهبری میکرد. فواد ناصری. رئیس خدایداد بزرگترین جنایتکار در افغانستان در بیش از یک دهه گذشته دانسته شده و گفته می شود میلیون ها دلار از اختطاف و قتل به دست آورده است. نظامیان افغان 10 سال تمام شبانه روز برای بازداشت رئیس خدایداد کوشیدند، اما پس از سالها تلاش نزدیک به 5 ماه پیش به دام امنیت ملی افتاد. او پس از محکوم شدن به اعدام از سوی دادگاه پیش از چاشت روز شنبه در بازداشتگاه پلوچرخی کابل بدار آویخته شد، اقدامی که با استقبال گرم فعالان مدنی روبرو شده است. جامعه مدنی افغانستان از حاکمیت قانون و از اجرایی شدن قانون استقبال میکنه و آرزو داره که دادگاه های افغانستان بتانه به شکل بسیار عادلانه به قضایا رسیدگی بکنه. امروز اگر یک رئیس یک باند اعدام شود و به کیفر مجازات میرسه، جای مسئولیت است و ما به او اهداف خود، به او خوابهایی که دیده بودیم نائل میشیم. به باور افغانها رئیس خدای داد در بیش از یک دهه اخیر همواره برای افغانستان هراس و درد آفریده است. آنان بدار آویختن وی را ضربه محکم به بی‌عدالتی ها و پایین آوردن گراف موارد جرمی در کشورشان میدانند. رئیس خدای داد که سربان بود، خوب شد که دام شد. امسال از او هر قدر دگان باشه ادام شد به جزای خود برسه که ملت ما آرام شود. ما بسیار خوش هستیم که همچو خائنا، همچو جانیا به سزای اعمالشان میرسند. ما بسیار خوش هستیم. اختطاف بازرگانان و درخواست پول از آنان و یا هم به قتل رساندن افراد پولدار از درشترین شیوه های فعالیت رئیس خدای داد در بیش از 2 دهه گذشته در افغانستان گفته شده است. رهایی حبیب استالف، ربودن چند شهروند خارجی و اختطاف شمار از چهره های دولت افغانستان از اهداف عمده سفر اخیر رئیس خدای داد به کابل گفته شده بود. رئیس خدای داد بر علاوه افغانستان در تاجکستان، پاکستان و امارات متحده عربی پناهگاه های امن داشت و از مجرمان تحت پیگرد پلیس بین المللی نیز بود.
دو عضو حزب اسلامی گلبدین حکمتیار شامل فهرست سیاه آمریکا شدند. وزارت خارجه آمریکا با نشر خبرنامه گفته از کسی که درباره این دو معلومات دقیق ارائه کند برایش 5 میلیون دلار جایزه داده خواهد شد. همزمان برخی از آگاهان نظامی میگویند آمریکا از پیوستن گلبدین حکمتیار به نظام سیاسی افغانستان نگران است. گزارش ببینید از همکارم استاد پارسا. وزارت خارجه آمریکا این بار خبرنامه 5 میلیون دلاری منتشر کرد. این خبرنامه حاوی نامهای عبدالصبور و عبدالله نوبهار از اعضای حزب اسلامی حکمتیار است. این دو از سوی دولت آمریکا با حمله برای سربازان آمریکایی متهم شناخته شدند. خبرنامه عبدالصبور را متخصص مواد انفجاری معرفی کرده و برای کسی که محل سکونت وی را افشا سازد 3 میلیون دلار جایزه تعیین کرده است. دولت آمریکا عبدالله نوبهار را متهم به دست داشتن در حمله بر بس کارمندان خارجی در سال 2012 کرده است. جایزه کسی که آدرس نوبهار را پیدا کند 2 میلیون دلار تعیین شده است. هر کس که علیه منافع آمریکا عمل کنه و تروریست است باید در لیست سیاه شامل شه. آقای نصرالله از حزب اسلامی به شمول آقای نوبهاری اینا کسانی هستند که بر ناتو بر سربازان آمریکا حمله کردند. بنابراین روی ازی است اونا را شامل لیست سیاه کردند. این اقدام آمریکا همزمان است با بلند شدن برخی سر و صداها درباره پیوستن حکمتیار به نظام سیاسی افغانستان. در خبرنامه وزارت خارجه آمریکا از حزب آقای حکمتیار به عنوان یک گروه انشعابی و تندرو نام برده شده است. این اعلامیه در زمانی صورت میگیره که شایعات مبنی بر گفتگوهای پنهانی میان حکمتیار و حزب اسلامی با دولت افغانستان به وجود آمده و ایالات متحده از حضور حکمتیار در نظام سیاسی افغانستان نگران است. در گذشته بر رئیس جمهور کرزی هم چنین هشدار داده شده بود. چون حکمتیار یکی از افراد افراطی مذهبی است یا اسلام سیاسی است که بسیار برای ایالات متحده قابل قبول نیست. می خواهم کشور ما یا در اشغال دائمی ایالات متحده. در اعلامیه وزارت خارجه آمریکا از گلبدین حکمتیار به عنوان جنگ سالار یاد شده و گفته شده که حزب تحت رهبری او از ایدئولوژی های مخالف آمریکا پشتیبانی نموده است. بیش از 1000 کارمند کمیسیون مستقل انتخابات شامل لیست سیاه شدند. این افراد به دلیل داخل بودن در تخلف و تقلبات انتخاباتی شامل این لیست شدند. کمیسیون مستقل شکایت انتخاباتی میگوید که این افراد از توی این کمیسیون شناسایی شده و یا علیه آنان شکایت صورت گرفته است. مسئولان این کمیسیون به این افراد تا سه‌شنبه هفته جاری مهلت داده است که در صورت اعتراض می توانند از خود دفاع نمایند. بیننده رویدادهای خارجی هم پس از وقفه کوتاه باشید. کمیسیون به حالت استیضاع به دعوت میکنه و توقع می داشته باشیم که از 11 وزیر یکی دو سه وزیرش خوش آید سلب اعتماد شد، ولی متاسفانه که هیچ نمیشه. از سوی دیگر رئیس کمیسیون مالی و بودجه مجلس نمایندگان میگوید شورای ملی حساب قطعیه را جدی بررسی میکند. با گفته وی پس از این مجلس نمایندگان حساب قطعیه را از بعد مسائل تکنیکی بررسی خواهد کرد. با اول کال باندې هم منګه د خپل هغه نظارت واقعا چې ډیر په جدی توګه باندې او بنیاد هم منګه د کنټرول او تفتیش قطعیه ونیوله. آینده با من په قطعه باندې تخنیکی برخورد کو او په خپل اسناد وکاو. در همین حال معاون دوم ریاست جمهوری میگوید حق تفتیش و نظارت تنها مربوط به اداره عالی تفتیش است، پس باید مسئولان این اداره استقلال و بی‌طرفی خود را حفظ کنند. او تاکید دارد که باید افراد مسلکی در این اداره استخدام شود. اداره عالی تفتیش تنها مرجع تفتیش در سطح کشور است و هیچ نهاد دیگر نباید به صورت موازی در کار تفتیش مداخله کند. و از این رو آنچه برای این اداره بسیار مهم است، حفظ استقلال و بی‌طرفی در اجراءات و تصمیم گیری است. معاون دوم ریاست جمهوری تاکید دارد که آنگونه که مبارزه با اختلاس و فساد اداری در اولویت برنامه های حکومت وحدت ملی قرار دارد، پس باید مسئولان این اداره هم در مسائل هر عمل غیر قانونی دست به کار شوند. و حال هم توجه کنیم به نرخ اسعار خارجی در بدل پول افغانی در بازار امروز کابل.
یک دلار آمریکایی 57 افغانی و 20 پول، یک یورو 64 افغانی و 30 پول، یک پوند انگلیسی 87 افغانی و 20 پول، یک درهم امارات 15 افغانی و 60 پول، 1000 تومان ایرانی 16 افغانی و 70 پول و 1000 کلدار پاکستانی 559 افغانی. و همکارم نسرین جوانی در استودیو با ماست و رویدادهای ورزشی تقدیمتان میکنه. نسرین سلام، خوش آمدی و تازه ترین رویدادهای ورزشی چست؟ سپاس از خودت پریسا. خبرهای ورزشی را هم از پنجمین دور مسابقات بین‌المللی سیکی در ولایت بامیان برگزار شد آغاز میکنیم، اما پس از وقفه کوتاه. از امیتون به خبرهای این ساعت آریانا تشکر. سپاس از امروزی.